الان یه تشنگی در دنیا وجود داره که حرفایی رو باید زد. تازه اونا پازل رو کامل ندارن، غربی ها نمیدونن کاملا قصه چیه. ایران یک محیط خیلی ویژه‌ای داره، چون در واقع میتونیم ادعا بکنیم که کل تصویر رو داره. در غرب جهان سرمایه‌داری تلاش کرده تا درباره بسیاری از واقعیت‌ها مردم یا چیزی ندانند یا واقعیت‌ها را وارونه بفهمند. ما فکر می‌کنیم فعلا ایران بهترین جایی است که می‌شود با کمک آن فریب بزرگ غرب را به جهان نشان داد. دانیل سامر کهنه‌سرباز آمریکایی است که در جنگ ویتنام جنگیده. او خود را از فریب خوردگان جهان غرب می‌داند. غرب سالها وانمود کرده که در مسیر سعادت و رشد بشر گام برمی‌داره و هر کاری می‌کنه در همین مسیر، در حالی که اینطور نبوده. اقتصاد غرب به طور حیرت‌انگیزی بر اساس قرض و بدهی بنا شده. هم‌اکنون میزان بدهی‌های دولت تنها در انگلیس 1 تریلیون پوند است، مبلغی که اگر آن را به اسکناس 20 پوندی تبدیل و در کنار هم قرار دهیم، بدهی لندن از پاریس و روم و آتن گذشته و حتی به عربستان و امارات می‌رسد. سانتا د سانتیس، فیلمساز ایتالیایی که در فیلم‌هایش از جنگ طلبی غرب انتقاد می‌کند، معتقد است غربی‌ها جنگ و جنگ افروزی را چاره این بدهکاری می‌دانند. من فیلمی درباره سربازان بجامونده از جنگ دوم جهانی ساختم. در این فیلم نشون داده میشه که اقتصاد بیمار غرب تنها راه حیات خودش رو در جنگ افروزی میدونه. امروز این کودکان دیگر با وعده‌های غرب آرام نمی‌شوند. پس